این برنامه با همکاری رازقی زندگی صحتمند برایتان تقدیم می‌گردد. به نام خداوند بخشنده و بخششگر و مهربان و عرض سلام و شب بخیر حضور یک و یک شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه اسلامی نگین اقیاس، علی خصوص علاقمندان برنامه صحت و زندگی. انشاءالله که در هر کجایی که هستین خوب و خوشحال و صحتمند باشین و لحظات مملو از خوبی و خوشی را در کنار فامیل و دوستانتون در کانون گرم خانواده سپری بکنید. خیلی خوشحالم و خدای بزرگ سپاسگزارم از اینکه باز هم برای ما توفیق عنایت فرمود تا از طریق یکی دیگر از سری برنامه های آموزنده صحت و زندگی مهمان خانه های شما دوستان عزیز باشیم و پیرامون یکی دیگر از موضوعات مهم طبی و بحث صحت و سلامت در خدمت شما دوستان عزیز قرار داشته باشیم و معلومات را در رابطه با موضوع مشخص شده خدمت شما دوستان عزیز تقدیم می‌داریم. برنامه صحت و زندگی هر جمعه شب از ساعت 7 الی 8 شب به صورت زنده و مستقیم خدمت شما نشر میشه و به این برنامه البته در ابتدای برنامه سپاسگزاری داریم از شفاخانه اختصاصی رازقی بابت تهیه و نشر این برنامه، همکاریایی که با این برنامه دارن. و دوستان عزیز در برنامه امشب موضوعی که میخوایم روی از بحث داشته باشیم یکی از موضوعات مهم و مطرح این روزها که سرخط خبرها در سراسر جهان هست، بحث شیوع ویروس کرونا که در اکثر نقاط جهان و در اکثر کشورها شیوع بسیار زیادی داشته و متاسفانه که در این اواخر در افغانستان و در هرات هم یک مورد مثبت ویروس کرونا وجود داشته و حالت اضطرار از طرف وزارت صحت عامه در هرات اعلام شد و این موضوع یک نگرانی و تشویشی را در بین شهروندان هم ایجاد کرده شیوع این ویروس. اما از طریق رسانه های اجتماعی و از طرق مختلف معلومات در خصوص راه های وقایه یا پیشگیری و عدم مصاب شدن به این بیماری برای شهروندان عزیز معلومات ارائه شده از سوی افراد و نهادهای مختلف، اما امشب میخواییم که پیرامون این موضوع بیشتر به بحث بگیریم، اینکه ویروس کرونا چه هست، چگونه ایجاد میشه، چگونه از یک فرد به فرد دیگه منتقل میشه و چقدر های زحمت هست و میتونه که خطرساز باشه و ما از چه راه های میتونه خود را مسئول داشته باشیم. داری که از سطح معلومات شما دوستان عزیز هم پیرامون موضوع برمه معلومات بلند برده بشه و آن چیزی که نیاز هست در خصوص ویروس کرونا و جلوگیری از مصاب شدن به این ویروس در خدمت شما دوستان عزیز معلومات ارائه خواهد شد. البته در این برنامه بیشتر فرصت برای شما دوستان عزیز داده خواهد شد تا اینکه تماس بگیرین و مستقیما سوالاتی که پیرامون این موضوع در ذهن شما هست مطرح بکنین و پاسخ دریافت بکنین. و در این برنامه مهمان برنامه یا کارشناس برنامه ما جناب محترم پروفسور دکتر میر ابراهیم بسیم شیفت نر وارد آنتونی شفاخانه حاضوی هرات هستند که در این برنامه حضور پیدا کردن و با پرسش‌های ما در قالب موضوع برنامه و همچنین سوالاتی که شما از طریق تماس مطرح خواهید کرد پاسخ گوی هستن. جناب دکتر صاحب ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. بسیار خوش آمدید. تشکر، زنده باشید. ممنون شما دکتر صاحب. در ابتدای برنامه اگر یک معلوماتی را بکنید خدمت بینای عزیز، چون شایعات زیادی هست که در خصوص آمار مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان و خاصا در هرات، چون شما عملا در این بخش فعالیت دارین در شفاخانه حاضوی هرات، آمار فعلی مثبت و همچنین افراد مشکوک به این ویروس در هرات به چه تعداد هست؟ با عرض سلام خدمت بینندگان محترم و خدمت شما ممنون. در قسمت کرونا ویروس اولا یک معلومات عمومی اگر راجع به کرونا ویروس بگیم، یک گروپ ویروس هایی که از سالیان بسیار متمادی وجود داره و شناخته شده، در ابتدا در سالهای 1960 میلادی این ویروس شناخته شده و بعدا چند سال بعد این نو ویروس تجرید شد. کرونا ویروس انواع گروپ های مختلف داره، دو گروپ از این که گروپ های الفا و بیتا اینا مشترک بین انسان و این حیوانه. خودمی کرونا ویروس در حقیقت ابتدا در پیش حیوانات کشف شده و بعدا با تغییراتی که در جنوم خدا آورده ای سبب آفتهای مختلفی نزد انسان هم شده ده. که مثال تازه و آخرین مثال و همین ویروس کرونا که بین انسان های شیوع داره فعلا. خب اگر به تاریخچه از نظر بندازیم، سالهای قبل ما مشکلاتی را از
بابت مصاب شدن به کرونا، به ویروس کرونا داشتیم در سال 2003 بله. مسئله سارس بود که همون یک سندرم تنفسی بود که بسیار خطرناک، و در سال 2012 مرس داشتیم که در عربستان سعودی، از عربستان سعودی نشأت کرد و چندین مملکت در بر گرفت و تعداد تلفاتی هم بیشتر بود. امسال باز هم در سال گذشته یعنی به دسامبر سال 2019 ویروسی در چین پیدا شد، در ابتدا در نزد اشخاصی که به مارکت مواد غذایی یا همو غذای بری رفته بودن که اونجا حیوانات بری هم فروخته می شد، مواد غذایی هم از 9 نفری که به مارکت رفته بودن پیش 7 نفر از اونا تستایی که انجام دادن این کرونا ویروس مثبت بوده که به تحقیقاتی که بعدن کردن گفتن ممکنه که از خفاش به وجود آمده باشه یا به انسان انتقال کرده باشه، و یا تحقیقات آخری که شده دیدن که ویروسی که در نزد حیوان مورچه خوار است این کاملا شبیه ویروسیه که نزد انسان ها فعلا در حالت پخشه، و این ابتدا فکر کردن که ممکنه ای از انسان به انسان انتقال نکنه و فقط بین انسان و حیوان یک انتقال صورت بگیره. بعدن دیدن که واقعیت از ای در چین همین در شهر ووهان چین بود که اولین وقایع کشف کردید، و بعدن دیدن که تعداد مصابین زیاد شد، متوجه شدن که بین انسان ها خیلی سریع پخش میشه و طوری که اطلاع دارین حال بیش از 80,000 نفر در چین مصاب کرده که 2,800 نفر تقریبا واقعات فوتی داره. گرچه تلفات ویروس سارس یا هم سندرم تنفسی بود و یا مرس که در عربستان سعودی پیدا شده بود، این تلفات از این کمتره، یعنی به فیصدی تلفات اگر بگیریم اونا یکی حدود 10% بود، یکی حدود 34% وفیات داشت، اما این حدود تال دقیق کاملا دقیق نشده، بین 3-4% وفیات داره، یعنی از هر 100 نفره که مصاب میشه ممکن 3 نفر یا 4 نفر، و این هم کسان بیشتر فوت کردن که امراض مزمن دیگه داشتن که ضمناً باز مصاب شدن به کرونا ویروس و او امراض نام تشدید پیدا کرده و سبب مرگ شده. پیش از این بیشتر اشخاصی بودن که بالای سن 50 ساله، خانمای حامله بوده و یا اشخاصی که امراض جانبی دیگه هم داشتن، و این ویروس بعدن همونطور انتقال کرد به کشورهای دیگه، با وجودی که کشور چین خیلی اعتماد جدی گرفت، ولی باز هم چون سرعت انتشار ویروس فوق‌العاده زیاده و در مقایسه با او سارس و مرس ما اگر بگیریم اینجا همون 3-4% از این تعداد مرگ و میر در این مرض بیشتر بوده نسبت به دو مرض گذشته که در سالهای 2003 و 2012 ایجاد شده. بنابراین خطرناکی ازی به این است که زود انتشار میکنه. بله. در مورد تاریخچه ایجاد یا آمدن این ویروس به افغانستان و آخرین اطلاعات از آماری که در هرات وجود داره در کسی صحبت بکنیم. میفهمید که در این اواخر در قم ایران یک چند واقع پیدا شد و در شفاخانه واقعاتی بود که از سبب سینه بغل یا نمونیا فوت کردن. وقتی اونا متوجه شدن و تست انجام دادن دیدن که ویروس کرونا مثبت است، و قم یک شهری که مردم به زیارت میرن، به اونجا به تفریح میرن، به دیدن میرن. افغان هم که اونجا بودن زیاد بودن، افغان هایی که از اونجا آمدن پس آمدن اینجا یک تعداد ویروس با خود گرفتن آمدن. هم افغانایی که آمدن البته عراض علائم ندارن، ولی یک واقعی که اخیرا به شفاخانه مراجعه کرده بود و
در حقیقت او به معاینه خانه مراجعه کرده بود پیش من، او رو باز به شفاخانه که عرض و علایم پیش دیدم، او رو وقتی به شفاخانه راجع کردیم تست گرفتن، تست های پی سی آر که به کابل فرستادن، تست مثبت آمد. ولی از نظر مریضی او شخص خوبه فعلا، همون مرحله خطر پشت سر گذاشتانده، فعلا در شفاخانه بستره، یعنی دوره نقاهت یا همون صحتیابی خوب قرار داره. زمانی که صحتیابی کامل شد ما او را رخصت میکنیم، فعلا وضعیت خوبه. و یک تعداد مریضای دیگه که فعلا در شفاخانه ما بستر داریم، اینا اشخاصی هستند که سفر به ایران داشتن و با برگشت از ایران تب و سرفه و اعراض کلینیکی پیدا کردن، اینا رو ما بستر کردیم، زیر نظر گرفتیم، آزمایش گرفتیم تا که ببینیم که پیش از اینا ویروس مثبت میشه یا منفی. یعنی در حال حاضر صرفا یک مورد مثبت هست؟ یک مورد مثبت داریم. خب در این واقعات فقط یک موردم که مثبت میشه، در حقیقت همو اوت بریک، یعنی بشر وضعیت اضطرار اعلان میشه. بله بله، ممنون شما تماس واسه می کنید. سلام بر شما. بله سلام علیکم. علیکم سلام دوست عزیز، ممنون از شما، بسیار خوش آمدین. معرفی و سوالی که دارین کوتاه و شده مطرح کنید، بفرمایید. من دو سوال شما عبدالله از عراق دارم. سوال اولی من این بود که آیا از طریق جوالا هم تکثر همی میکروب میشه یا نه؟ سوال دومی اینه که یا اگر فرد مصاب شده از طریق ادرار و قاعد و یا اخلاط از این امکان از این میره که با تدبیر یا هوا تنفس کنیم و ما مصاب شیم؟ بله سوالات شما یادزا شد، بینیده باشین، حتما پاسخ میگین. ممنون از شما، سلامت باشین، خدا نگهدار. دکتر سه، در رابطه با اعراض و علائم ویروس کرونا صحبت بکنین، هرچند که در ابتدای برنامه هم ذکر کردم که معلومات از طریق رسانه‌های اجتماعی و از طریق شبکه‌های تلویزیونی هم برای شنوندگان عزیز ارائه شده، اما باز هم می‌خوایم که از زبان شما بشنویم چه اعراض و علائمی داره و به ترتیب مطرح بکنین که و این اعراض و علائم از کدام مرحله شروع میشه. اعراض و علائم دو تا 14 روز بعد، فعلا هم همین دوری 14 روز تغییر کرده تا 28 روز هم میتونه که، یعنی شخصی که ویروس گرفته اعراض و علائم نده، بدون علائم باشه. و در ابتدا اعراض و علائمی که پیدا میشه پیش مریض، یک تب پیدا میشه، تب شدید داره، بلندتر از 38 درجه داره، و کسالت جاندردی پیش مریض پیدا میشه، سرفه های خشک در ابتدا پیدا میشه، و بعد مشکلات تنفسی یعنی نفس تنگی پیش مریض پیدا میشه. اینا عرضیه که بارز پیش مریض، و این در صورتی که سیر خوشخیم داشته باشه یه عرض میتونه که سطحی باشه و گذرا باشه. در صورتی که این عرض زمینه رو مسائل ساخت، امراض دیگه که پیش کس هست، پیش افراد هست، یا یکی که مقاومت پایین دارن و ویروس تکثر بیشتر دارد، به این صورت این اعراض میتونه که شدیدتر باشه، یعنی مریض میکشونه به طرف سینه بغل یا همون نمونیای شدید میکشونه، میتونه عدم کفای کلیه بده و سبب مرگ مریض شه. دو تا سبین اعراض و علائم اکثرا شبیه هست با اعراض و علائم سایر مریضی و مانند سرماخوردگی و آنفولانزا، چه تفکیکی وجود داره؟ چطور تفکیک قائل بشیم که فرد واقعا به این ویروس مبتلا شده یا که سرماخورده یا آنفولانزا هست؟ اعراض کلینیکی خیلی تفاوت نداره اینجا با مثلا، ممکنه هنوز در واقعاتی ما داشته باشیم که اینفلوئنزا در هرات ما واقعاتی داشتیم، همون هنوز هم واقعاتی در هرات داریم، ضمن از اینکه کرونا آمده واقعات اینفلوئنزا را ما در هرات داریم. ولی این اعراض از او وقتی میگیره بیشتر به یک سرماخوردگی شدید شروع میشه، گلودردی شروع میشه. این میتونه که گلودردی نداشته باشه، میتونه یک خشکی به گلو باشه، یا حتی آبریزش بینی نداشته باشه، در حالی که در سرماخوردگی ها باز آبریزش بینی حتمی است، یکی از اعراض عمده نایه که پیش مریض پیدا میشه.
این میتونه با سردرد شروع شه. سردرد در هر دو مشترکه. از نظر کلینیکی خیلی چی نداره، خیلی تفاوتهایی وجود نداره که زیاد باشه، ولی از نظر لابراتوری باید اینا تفکیک بشه. خب هر دو یک فرقی که داره. از نظر کلینیکی اینفلوئنزا تا چند روز میتونه که در وجود شخصی که مقاومت داره آنتی‌بادی بسازه و به معاینات عادی هم معاینات سرولوژیک میتونه که نشان بدور. اما در این آنتی‌بادی ساختن و مقاومت وجود اوقدر زیاد زود بارز نمیشه. میتونه که حتی تا یک ماه طول بکشه تا که پیش شخص آنتی‌بادی به وجود بیایه، یعنی مقاومت در مقابل ویروس به وجود بیایه. این عرض و علائم آیا در تمام افراد یکسان و مشابه هست یا میتونه متفاوت باشه؟ متفاوت باشد. خب در حدود 80% مریضا هیچ عرض و علائم ندارن. یعنی ممکنه شخص مصاب بشه، مریضی سپری کنه ولی نفهمه که من مریض هستم، چون مقاومت وجودی بالای ترومند جوانه، این چیزها رو متوجه نمیشن. متبقی 20% ممکن که عرض کلینیکی بدن و بین اون 20% هم باز کسای بیشتر متضرر میشن که سن اینا بلنده، امراض دیابت دارن، امراض قلبی دارن، امراض تنفسی سابقه دارن یا امراض کلیوی، امراض مزمن قبلا دارن که وقتی این ویروس داخل میشه و این فعالیت میکنه او مریضی رو فعال میسازه و زمینه رو مساعد میسازه بده برای معافیت سیستم تنفسی یا سیستم کلیوی که میتونه بالاخره سبب مرگ شه. از نظر درجه مصاب شدن به ویروس کرونا، از نظر تفاوت های سنی یا هم جنسی کدام تفاوت وجود داره یا خیر؟ تفاوت خب تمام، هم زن هم مرد میتونه به این مصاب شه، ولی در شرایطی که ما میفهمیم گشت و گذار مرد ها نسبت به خانم ها بیشتره، در کوچه و بازار و اجتماعات بیشتر میرن، به خاطر بیشتر در معرض خطر هستن، بیشتر مردها در خطر معرض هستن. افرادی که اطفال بیشترن که سن پایینی دارن امکان مصاب شدن به ویروس وجود داره در نظر؟ سرویلانسی که تاحال نشان داده تعداد اطفال کمتر مصاب شدن. اطفال نسبت به بزرگا، این خب یا در باز هم اون مسئله اجتماعات گشت و گذارای ممکنه این دلیل باشه و یا خود اطفال، مقاومت اطفال، اطفال بزرگ سارتل مقاومت بلندتری دارن و میتونن مقاومت کنن. ممنون از شما دوستان عزیز. شما تماس برنامه زیرنویس هست و شما هم سوالاتی دارین میتونین از طریق تماس با این برنامه مطرح بکنین و از جناب دکتر صاحب پاسخ دریافت بکنین. تماس وصل میکنین. سلام بر شما. بله بینید عزیز، ممنون از شما، بسیار خوش آمدین. معرفی و سوالی که دارید؟ شکر استقبال از شما از امروز تماس شما. سلام خدمت شما و خدمت مهمان عزیز شما. در سوال داشتم از دکتر صاحب، نمبر از اشخاص هستن میگن که اواق گرمشه این نوزی کاهش میاد یا در کل هیچ چی میشه، میخواستم بفهم که آیا این هست این سوال که میگن بسیار سوال خوب مطرح کردین، ان شاءالله که بنده باشین حتما پاسخ میگین. ممنون از شما، تشکر. دو تست رابطه با طرق انتقال ویروس کرونا صحبت بکنم. قبل از او شما پیشتر در رابطه با عرض و علائم صحبت کردین. حالا این چند روز که حالت اضطرار در هرات مشخصا اعلام شده، اکثر از شهروندان نگران هستن با علائمی که الان اگر سرماخوردگی و یا آنفولانزا هم در وجودشان هست مشکوک هستن و یک نوع نگرانی در نظرشان هست که شاید مبتلا با ویروس کرونا باشن. چه زمان نیاز هست که مراجعه بشه نزد دکتر صاحبمون و بخش انتونی شفاخانه عضوی هرات برای اینکه مطمئن بشن؟ ببین، از روزی که اعلان شده که یک واقعه مثبت شده، روزانه 400 تا 500 نفر مراجعه میکنه به بخش انتونی شفاخانه عضوی هرات که از که اینا میخوان چک کنن خود که آیا کرونا دارن یا نه. خب
از این 400-500 نفری که روزانه چک میشه فقط ما 3-4 واقع روزانه میگیریم، بستر میکنیم که به حساب امراض تنفسی. اون مستقیم حال ما نمیتونیم بگیم کرونا، ولی مشکوک چون امراض تنفسی داره و ارتباط داره با یکی که از مسافرت آمده، ما اون شکل مشکوک میگیریم، تحت نظر میگیریم و دیگه ممکنه 5-6 نفری هم در بخش انتانی بستر شه که مجموعا 10-12 نفر از این 500 نفر یا 400 نفر بسته میشه. چه زمان نیاز هست که شهروندان مراجعه بکنن تا اینکه مطمئن بشن؟ چه کسانی مشخصن؟ اگر از نظر اپیدمیولوژی، یعنی اینا ارتباطاتی داشتن با ایران یا کسی آمده یا از دوستان اینا رفت آمده داشتن که یا با مریضی سر و کار داشتن، اینا بهتر است که قبل از اینکه مریض شن مراجعه نکنن. اگر اعراض مشکلی تنفسی پیدا میکنه، اعراض پیدا میکنه، تب شدید پیدا میکنه، اینا او وقت مراجعه کنن به شفاخانه. در غیر از او هیچ تستی وجود نداره که کسایی که هیچ اعراض ندارن، هیچ مشکل ندارن، اینا بیان به شفاخانه خود تست کنن که ما داریم یا نداریم. فقط اعراض اگه تب پیدا میشه، سرفه خشک پیدا میشه، ریزش بینی پیدا میشه، گلودرد پیدا میشه، اینا میتونن بیان خود چک کنن به شفاخانه و در صورتی که لازم دید دکتر مالج ممکنه که بستر کنن و تست های انجام بدن. اما این کسایی که فرض کنیم حالی روزانه 1000-1500 نفر وارد هرات میشه از ایران میایه، اینا همه نیاز ندارن که بیان به شفاخانه مراجعه کنن. اگر مشکلی دارن، مشکل تنفسی دارن، بیان مراجعه کنن. در غیر از به خانه خوب بمانن تا 2 هفته، اینا اقلا ارتباطات خود با بیرون کم کنن، به خانه هم که هستن یک ماسک زده باشه که اقلا اون اطرافی ها خود کمی محفوظ داشته باشن. ضرور نیه که همه مراجعه کنن، در خانه کسایی که اعراض کلینیکی ندارن در خانه بمانن برای 2 هفته، اگر مشکلی پیدا نشد بعدا میتونن برای. ممنون از شما، تماس وصل میکنن. سلام بر شما، بریم عزیز بفرمایید. بله بله سلام. سلام بر شما، بریم یه مطرم معرفی و سوالی که دارید بفرمایید. از اتق الله در بخشم. بسیار خوش آمدید، سوال شما رو میشنم جناب اتق الله. من یک مریض دیدم به حساب خیلی سردرد و دیری رزو سطح و دردی خیلی دارد. دفتر فیده این پرسان می کنم که چی مریضی؟ مریض که خطرناک نخواهد. یک پرسان می گیدی تو وقت خود نکنون می خورم به حساب در هر وقتی این تقریبی سوتی می شه استفراغ می کنم. سوال شما یاد داشت و دیده باشین، پاسخ می گیم از شما. تشکر از شما. خدا نگهدار شما. بله دوستان عزیز، برنامه صحت و زندگی را به گونه زنده مستقیم از طریق شبکه تلویزیون نگین عکاس مشاهده میکنید و موضوع مورد بحث ما در این برنامه در خصوص ویروس یا مرض کرونا هست و شما دوستان هم میتونید در لبانه برنامه تماس بگیرید و پرسشی که نظر شما هست در رابطه با این ویروس مطرح بکنید و به صورت مستقیم از جناب دکتر صاحب پاسخ تعریف بکنید. سلام بر شما. سلام بر شما. بله خوبه، سلامت. ممنون از شما، زنده و سلامت باشین. بسیار خوش آمدید به محترم معرفی و سوالی که دارید. سلامت. من دختر 10 ساله داریم، 9 ساله 10 ساله، این قبلا هیچ بچه هم زنده بیدیم. فقط حالا تعب داره. بین دمودان زیاد و چیه. دکتر زیاد شد، اینا را داره دیم. باز هم هستم، همین به غمیش. به تمام سمیه قدرت خیلی داره. به سوال شما یاد داشت، برینده باشین پاسخ میگید در اخیر برمون. ممنون از شما از اینکه امرو هستید. باش بله جناب دکتر صاحب، برمیگردیم به ادامه موضوع. برمون در رابطه با راه ها یا طرق انتقال ویروس و کرونا صحبت بکنیم که از چه طریقه های امکان سرایت از یک فرد به فرد دیگه هست. خب راه سرایت از این نسبت به ویروس های دیگه باز هم کمکی متفاوته. ای سرعت پخش زیاد داره، سرعت پخش بلنده، از طریق سرفه، عدسه زدن میتونه که خود ویروس با مو افرازات بدن خود او خارج کنه و به محیط پخش کنه. میتونه که شخص مصاب شه از طریق از این که فرض کنیم به یه اتاق کسی آمده
دو تا از تای سرفه زده ویروس به سطوی میز یا چوکی یا سطوی که در میخوان به دروازه اینا نشست کرده باشه ویروس و او ویروس تا مدت زنده میمانه. اگر کسی میای مثلا با دستگیر آلوده دروازه رو وا میکنه یا وسایل مثل قلم یا موبایل یا چیزی میگیره که آلوده باشه، او میتونه باز توسط همین دست خود رو خوردستن یا بینی یا چشم خوردستن میتونه که انتقال بده همین ویروسه. و کسایی که با عدسه میزنن و پیش دن خور نمیگیرن، اینا هم میتونن که ویروس پخش کنن و اطرافی آخر مصاب بسازن. یعنی بیشتر از طریق قطره و هوای از طریق تنفسی میگیره و از طریق دست دادن با شخص مریض میتونه که کسی مصاب شه. از طریق سطوح مختلف سوال داشتن که از طریق آشغال ها میتونه. آشغال بله خیلی جدیه مسئله آشغال. آشغال هایی که از مثلا آلوده شده توسط شخص مریض، اونا میتونه که کسی که به آشغال ها دست میزنه میتونه اون رو مصاب بسازه. بله دکتر صاحب، آیا قبل از اینکه اعراض و علائم در نزد یک فرد ایجاد بشه امکان سرایتش هست یا خیلی یا هنوز ویروس ایجاد نشده؟ متاسفانه که تمام امراض انتانی یک دوری تفریق داره یا اینکوبیشن پیریود از زمانی که میکروب میگیرن تا زمانی که اعراض علائم بارز میشه، همین دوره متفاوت در پیش مریضای مختلف در امراض مختلف. میتونه یک و دو روز پیش از این که هنوز اعراض بده میتونه که شخص دیگرار مصاب بسازه که این بسیار خطرناکتر از این کسی که مثلا در دوره مریضی میفهمه که همین مریضی داره، به خاطر که کسی که اعراض نداره، اعراض کلینیکی نداره و خود سالم فکر میکنه به این زمان او عدسه بزنه، سرفه بزنه، کسی دیگه متوجه نمیشه که خود محافظت خود بکنه و این هم ما متوجه خود نمیشه که جلوگیری کنه از پخش همون ویروس. به این زمان خطرناکه بسیار که میتونه ویروس پخش کنه. یعنی یک و دو روز قبل از شروع اعراض و علائم. تماس دیگری وصل میکنیم. بینید عزیز سلام بر شما. بله سلام بر شما. بسیار سلام خدمت شما برادر گرامی بین خدم خبان. خوب سلام خوب جبن از این شما بخیر. زنده و سلامت باشین. بسیار خوش اومدین معرفی و اصحاره که دارین. بوقت نظر وقت گرام با شما شده مجزی از این قرار بود که مدت چند روز میشه همی خود اکتم اتفاق دارم گفتم شنی مجزی و شما برسانم که به جا دستم مراجع کنم یا نه. من هستم خانم برادر محمد. آیا با کسی ارتباط داشتن از فامیل که سفر تجربه سفر ایران یا داشته باشن یا چین؟ نه فقط به خانه بودیم، به خانه هستیم. ما تو بیرون خیلی زیاد نمیریم. گلودرد و کم سردرد زمین تب هم خیلی زیاد نه میخواستم باشه ما به قبل راجع کنه ولی نرفتم. گفتم باشه برنامه نازنین شما این نگاه میکردم. گفتم باشه به شما تماس بگیرم و این مرزه به شما بگم. ممنون از شما. سوال شما یاد داشتید بیننده باشین حتما پاسخ میگیریم. خدا باشه تشکر مخفض باشه شب خوش باشه خدا نگهدار. خدا نگهدار شما. بله دوست عزیز میپردازیم با پاسخ از صورت بیننده که تا این دم تماس گرفتن. البته تماس هست هست اما ما میخواییم که در این برنامه در رابطه با موضوعی که مطرح شده معلومات در این خصوص خدمت شما دوستان عزیز ارائه بشه و تا جایی که امکان هست و فرصت در اختیار داریم تماس های هم از شما بیننده عزیز داشته باشیم. آقای عبدالله تماس گرفت اولین بریندی ما اینکه آیا شیوع ویروس کرونا یا انتقال ازی از طریق ادرار یا اخلاط از فرد مبتلا به که در هوا منتشر شد میتونه به افراد سالم هم منتقل بشه و همچنین از طریق زباله که شما هم پیشتر اشاره داشته. خب جواب این برادر خب باید بگیم که زباله منتنه. پیشتر هم گفتیم که زباله منتنه. زباله که از شخص مریض حاصل شده باشه او منتنه و میتونه سبب انتقال مریضی بشه. و دیگه شخصی که مصاب کرونا میشه ای حتی بعد از صحتیابی هم تا 28 روز یک ماه میتونه که ویروس در مواد غایطه خود داشته باشه. یعنی اطرا میشه توسط مواد غایطه و ادرار میتونه که تا
تا 28 روز هم اضطراب شه، در حالی که از نظر کلینیکی شخص سالمه. آقای سید وحید، موضوع مطرح کردن که در این روزها هم شایع هست در بین مردم این که با گرم شدن هوا امکان ایجاد این ویروس و انتقالش از بین میره و این ویروس از بین خواهد رفت، آیا چنین چیزی صحت داره واقعیت؟ معمولا امراض تنفسی در اوائل زمستان، اواخر خزان، اوائل زمستان و اوائل بهار شیوع پیدا میکنه و تا حال هر مرضی که آمده تنفسی در همین زمان بیده، ولی خود کرونا ویروس او نو مرسی و اگه متوجه شده باشین در تابستان هم بود، در اوائل تیر ماه هم بود واقعاتی، و به خاطر احتمال داره، احتمال از اینکه تعداد واقعات فروکش کنه در با گرم شدن هوا هست، ولی هنوز خود ویروس کرونا در این قسمت چون ویروس جدیدی هم مطالعات زیاد صورت نگرفته که مقاومت ازی در مقابل گرماش چقدر است، احتمال به احتمال بیشتر که واقعات کمتر شه با گرم شدن. آقای عتیق الله، دو سوال داشتن. سوال اولشون این که گفتن مریض دارن که علائم سردرد و ابریزش داره و همچنین درد پا، نشان از چی بیماری هست؟ خب سردرد، جاندرد، ریزش، اینا عراض میتونه یک سرماخوردگی عادی باشه، میتونه انفلوئنزا باشه و میتونه که مسئله کرونا را داشته باشه، در صورتی که خب واقعات کرونا هنوز چون ما زیاد نداریم، در هرات یک واقع مثبت بوده، میتونه که یک انفلوئنزای موسمی باشه یا یک سرماخوردگی. بهتره که این مریض مراجعه کنه به شفاخانه یک دفعه و بخشنتانی مراجعه کنن، اونجا معاینه کنن، ببینن که مشکل از نزدیک ببینن که چی است. اینکه بعد از صرف نان در حدود 20 دقیقه پس از گذاشتن صرف غذای حالت تهوع و استفراغ نشون ایجاد میشه، حالت تهوع و استفراغ که بعد از نیم ساعت در نزد شخص بعد از غذا پیدا میشه، معمولا اینا مشکلات معده که ممکنه یک التهاب معده در نوعی اثنا عشر داشته باشن یا یک زخم داشته باشن، بهتره که به یک متخصص داخلی مراجعه کنن و در صورتی که دکتر لازم ببینه اندوسکوپی کنن، معلوم میشه مشکل از چی است. معمولا این حالاتی که نیم ساعت، 40 دقیقه، یک ساعت بعد از غذا خوردن دوباره حالت تهوع پیدا میشه و استفراغ، این بیشتر مشکلات معده. مندی دیگر مسوار مطرح کنید که دختر دستورشون حالت تهوع داره و همچنین مسمومیت غذایی، هرچند دکتر هم مراجعه کردن و ادویه هم گرفتن و باز هم بهبودی حاصل نشده، توضیح شما چی هست؟ خب این حالت تهوع هم بازم میتونه که پیش شخصی پیدا شه که مشکلات معده داشته باشه، هایپر اسیدیتی یا همو میکروبی به نام اچ پایلوری دارن، باکتری که سبب عفونت معده میشه، میتونه حتی زخم بسازه، و یا ای که تسمات غذایی میخورن که ولی اینو نمیسازه، این باید مراجعه کنن، یک آزمایش از مواد غایطه بدن یا از خون چک کنن که موضوع از چی قرار است، چی مشکل داره. بندی دیگر سوال مطرح کردن که مدت چند روز هست که علائم تب و گلو درد و همچنین سردرد دارن، آیا نیاز هست که اونها هم مراجعه بکنن برای اینکه چکاپ بشه، آیا مشکوک هستن؟ ای خانومی که گفتن که من هم از تم خانم برادر من مریض هسته، من فکر میکنم بیشتر موضوعات همو کامن کولد یا سرماخوردگی دیه که وقتی یکی از اعضای فامیلی میگیره به تعقیب از دیگر میگیره و خود به خود میتو، اگر حتی دکتر هم مراجعه نکنن چند روز بعد صحتیاب میشن، برای ازی که دقیق تر چون حال موسوم شایعات خود کرونا هم هسته، بهتر مراجعه کنن به بخش انتونی شفاخانه تا که بررسیشن. بله بله، تماس دیگری وصل میکنه. سلام بر شما بیندی محترم، بفرمایید. خوش اومدین، یک کم در صدای تلویزیون خود پخش بکنین و بفرمایید معرفی سوالی که دارین.
ممنون از شما، بسیار خوش آمدید. سوال خود در مطرح کنید برادر عزیز. بسم الله بسیار تو من سوال بکنم، خود ما مریضم وقت شاب تمام خورم بعد از خیلی مشکل تنگی نفس؟ بله، قضا بخور مدرسه به قضا ایچی هم من خیلی قضا خیلی قضا کارم که من کنم همون در این نفس تنگی سابقه مشکل تنفسی داره؟ نه ایچی هم کار برم که جسو کردم مطور برم که بسیم ایچی سن شما؟ چند سال هستی؟ سال شما یاد داشت شد، بینیده باشین، حتما دکتر سب توصیه دارن خدمت شما. ممنون از این که اتفاق سیفتیم برامه، خدا نگهدار. بله دوستان عزیز، برامه صحت و زندگی هست با موضوع ویروس یا مرض کرونا و هنوز هم فرصت هست و تماس دیگری هم وصل خواهیم کرد به برنامه. پرسشهایی که نظر شما هست خوب است که پرسشها تکراری مطرح نشه و عمدتاً سوالاتی که نظر شما هست به صورت خلاصه و فشرده مطرح بشه تا اینکه وقت بیشتری برای دیگه هم داده بشه تا اینا تماس بگیرن و ما پرسشهای بیشتر را بتونیم که در این برنامه پاسخ بگیم. تماس دیگر وصل میکنم. سلام بر شما. سلام بر شما. بله بندی محترم تماس ما وصل شده، بفرمایید صحبت بکنید. بله سلام علیکم. سلام بر شما، بسیار خوش اومدید، بفرمایید معرفی و سوالی که دارین. من سوال میدم خیلی دیگه ناراحتی میده دارم جان واسه دارم زدی گریت بود من الان بودم دیگه من کار خوب شده میدم تماس چی نوزه دیگه تشخیص شده دیگه زد گیتی زنیم سن شما براد عزیز چند ساله هستیم؟ بینده باشه این پاسخ میگیریم. من از این که با ما هم رسید، خدا نگهدار شما. دکتر سه در رابطه با راه‌های وقایه از ویروس کرونا صحبت بکنیم که چه راه‌های مشخصاً وجود داره و این راهکارها میتونه که واقعا مؤثر باشه در محیط های مختلف، در خانه، در تجمعات، بیرون و همچنین در محیط های کار، در ادارات که معمولا تا حدودی مزعم هست صحبت بکنید. چرا کارهای توسعه میشه؟ به درجه اول در شرایط کنونی که حالت اضطرار اعلان شده و واقعات کرونا در شهر هست، دست دادن و روبوسی کردن قطع ممنوعه. هیچ نباید با کسی دست بدین یا روبوسی کنین به خاطر احتمال انتقال ویروس از این طریق زیاده. در جایی که اگر عدسه میزنن، سرفه میزن، با یک پارچه دان خود بپوشن یا اگر هیچ پارچه هم دست رست، دستمال کاغذی یا چیزی دست رست ندارن، فقط با آرنج خوب بپوشنن دهن خود وقتی که عدسه میزنن یا سرفه میکنن. شستن دستا یک فصل بسیار عمدیه که باید مد نظر داشته باشن، یعنی روزانه 20 تا 30 مرتبه دست خود با آب و صابون بشورن یا با هندرف ملولات الکلی پاک کنن که اگر به جای به سطح دست دادن، به یک دستگیر دروازه دست دادن، یک چیز دست دادن، باید دست خود بشورن که او دست ناپاک اگر به دهن، چشم، بینی بخوره ویروس انتقال میده و سبب مریضی میشه. در صورتی که کسی مریض هسته یا عراض سرماخوردگی عادی هم که داره، حال هر مشکلی که داره، کوشش کنه که ماسک بپوشه. او کسی که ماسک بر کشته که مریض هسته بپوشه بهتر است، نسبت موثرتر است نسبت به یادن سالمه که ماسک میزنه، به خاطر که یک کسی که ماسک میپوشه جلوگیری میکنه از انتشار خودمو لابدن و که مملو از ویروس به بیرون. ماسک زدن حتمیه. در اجتماع اگر خب الزامیه که برن، بهتره
از ماسک استفاده کنه. افراد سالم هم توصیه میشه. افراد سالم هم توصیه میشه که بهتره از ماسک استفاده کنن. و ماسک را میتونه کنن که یک ماسک پوشوندن یک دم بردارن جیب خوب بگذارن باز بدن رو پس دوباره باز بپوشن. ماسک یک بار مصرف حتی ماسک های این 95 که قیمت زیادی هم داره اون هم یک بار مصرفه، چون وقتی ماسک میپوشن ویروس از بیرون میایه جذب میشه به روی ماسک، او رو باز از دست میزنن، او رو به جیب خو میگذارن، جیب رو آلوده میکنن و باز دوباره که برمیداره دست یا آلوده یا همون دست خود نشوشته به چشم و بینی میزنه، میتونه که سبب انتقال شه. یعنی ماسک یک بار مصرف و در صورت که میخواین رو پس کنن از دو گوشی رو بگیرن رو بندازن به سطل آشغال. ای تو به جای نباشه که باز رو دارن قطع کنن با دوباره بپوشن، طوری که دیده میشه شرمنده ما بیشتر همین کار رو میکنن. بله دکتر، در محیط های کار معمولا در ادارات چه راهکارهای بیشتر اونا توصیه میشه؟ آیا استفاده از دستکش و همچنین تبادله وسایل اداری که وجود داره میتونه که سبب انتقال بشه؟ حتما اگر به تماس مریض باشه حتما میتونه یک کار باشه. بهتره در جایی که تردد ارباب رجوع زیاده و اینا مجبورن خود همه به تماس باشن، بهتره دستکش بپوشن و بهتر ماسک بپوشن. و دروازه های هم که مثلا اینا هسته رفت آمد زیاد هسته، روزانه 10-20 مرتبه باید با یک ملول الکلی همون دروازه دستگیر های پاک شه. ممنون شما. و سوال برادر که تماس گرفتن این که بعد از صرف غذای شب نفس تنگی در نظرشان ایجاد میشه، سنشون 25 سال، نشانه از چه بیماری هست و توصیه شما؟ پیش کسایی که کمی وزن بیشتر دارن ممکنه این چیز عارضه پیدا شه، کسایی که وزن اضافه وزن هستن و کسایی هم که زیاد میخورن یعنی پرخوری میکنن، اونا هم میتونن سبب این مشکل رو داشته باشن. بخاطر که وقتی غذا بیش از حد میخوریم سیستم دوران یک مرکز تمرکز میکنه رو بیشتر رو سیستم جهاز هضمی و مقدار خون بیشتری به کار داره، برای اینکه فعالیت معده جریان داشته باشه به روال عادی در مقابل او مقدار غذایی که گرفته. به خاطر گاهی میشه که کمخونی پیدا میشه و مغز نون میخورن، وقتی نان خوردن میبینی که خواه میگیری یا کسالت پیدا میشه برای اینا، ای از اون تأثیره. و یک کسایی که چاق هستن وزن اضافه وزن دارن، اینا هم چون دیگه چربی به داخل همیده به داخل شکم هم هست، جای برای انبساط شدن خود معده زیاد نیه، به خاطر میتونن که اینا وقت غذا زیاد میخورن مشکلاتی برای اینا پیدا شه. اگر مشکلات تنفسی پیدا میشه، اگر مشکلات معده پیدا میشه که درد میکنن یا بازوی مسئله جدایی که میتونن او رو به دکتر داخل مراجعه کنن و در جستجوی علت مشکل معده باشه. و سوال بعدی، اخیر که تماس گرفتن از ناراحتی معده شکایت داشتن و سابقه زردی هم داشتن، دلیل چه هست؟ کسایی که هپاتیت میگیرن یا زردی میگیرن، ویروس هپاتیت یا ویروس زردی هر نوعی که باشه فرق نمیکنه، علاوه از اینکه سر جگر تاثیر داره، سر کبد تاثیر داره، سر خود قشای مخاطی معده هم تاثیر داره، یعنی یک التهاب رو به وجود میاره. از این خاطره که وقتی کسی مصاب زردی میشه یکی از اعراض عمدی و بیشتایی دلبدیه، درد نایه پیگاستر، سوزش معده، این همزمان میتونه که با شدت زردی زیاد بشه و با برطرف شدن زردی تا مدت زیاد میتونه که باقی بمانه و آهسته آهسته برطرف شود. ای برادر ما ممکن که بعد از زردی هم میگه 47 ساله بعد از زردی هم این ناراحتی داره، اینا مشکل ممکنه که مشکل اچ پایلوری داشته باشن، باید به یک دکتر متخصص مراجعه کنن و آزمایش بکنن، یعنی معده رو باید چک کنن.
ممنون از شما و همکار ما از اتاق فرمون اشاره دادن که دقایق بسیار محدود در اختیار داریم و کم کم میرسیم به ختم برنامه. دکتر صاحب در پایان میخوام که این پرسش رو مطرح بکنم، این که در حالتی که فعلا در شهر ما وجود داره و حالت اضطراری که مطرح شده یک نگرانی در نظر شهروندان ایجاد کرده، این وضعیت تا چه زمان ادامه خواهد داشت؟ آیا مشخص هست و چه پیش بینی میکنیم و تا اینکه نگرانی در نظر شهروندان رفع باشه و توصیه کلی شما برای شهروندان چه هست؟ خب پیش بینی کردن این مسئله که چقدر دوام میکنه خیلی کار مشکلیه، به خاطر که اولا ما نمیفهمیم مقاومت ویروس در مقابل درجه حرارت چقدر است، کم است، زیاد است، و دوم از این تعداد واقعات نمیفهمیم که چقدر زیاد میشه. فعلا در بسیاری کشورهای جهانی انتشار پیدا کرده و هی رو به افزایش واقعاتی در اروپا و امریکا و در آسیا، استرالیا واقعات دارن، یک افریقا تا حالی واقعات دیده نشده. ولی در قسمت ای که چی توصیه، یک تعداد زیادی از هموطنان ما روزمره از ایران برمیگردن و اینا شنیدن که اگر کسی میره و عراض داشته باشه، کرونا داشته باشه، او رو بستر میکنن، به شفاخانه قرنطین میکنن. این قرنطین کردن زندانیه، در شفاخانه با شرایط بسیار خوبی اینا رو بستر میکنیم، به خدمت اینا هم دکتر هم نرس میرسه، دعا اینا رایگان داده میشه و پرسنل هم در خدمت اینا. این به خاطر جلوگیری از انتشار مرض، از مصاب شدن فامیلای همون شخصه. یعنی اگر در فامیل خوب مونه همین مشکل پیدا میشه. متاسفانه یک تعداد از هموطنان برمیگردن از ایران به رزی که نیان به شفاخانه قرنطین نشن، حتی اعراض هم که دارن پنهان میکنن که ما به ایران بودیم، نمیگن که به ایران بودیم. خب فعلا هم تا در واقعیت داخلی ما ندیدیم که کسایی که بی ارتباط به ایران بوده واقع مثبت باشه. فعلا بیشتر کسایی ما تحت نظر میگیریم، مشکوک میدانیم که عروس کلینیکی داشته باشه و از به کشور ایران سفر کرده باشه. از تمام هموطنان خوب همشهری ها خواهش میکنیم کسایی که سفر داشتن به ایران، به هر شهری که بوده مهم نیه، اگر سفر داشتن وقتی مراجعه میکنن به دکتر بگن که من سفر داشتم، و در صورت که عراض داشته باشن، مشکلات تنفسی داشته باشن، دکتر اونا رو بستر میکنه. در غیر از او تمام کسایی که به ایران رفتن ما بستر نمیکنیم، فقط کسایی که مشکلات تنفسی داره میفهمیم که برای ازی مشکل ساز اگه به شرایط خانه باشه. در غیر از او کسایی که به خانه های خود میتونن بمانن، برای 2 هفته بمانن، اگر عراض پیدا نکردن خب بعدا آزاد خود اینا بگردن، مشکلی نداره. اگر عراض پیدا کردن باز هم شماره های تلفنی از طریق ریاست ساعت عامم پخش شده و به هرات امبولانس هم میتونن زنگ بزنن که بیای اونا رو انتقال ده به شفاخانه. و بار بار روزانه، حتی هیچی دستا شما پاک هم است، بار بار دستا خور بشوین با آب و صابون یا با هندرب الکلی دستاخور پاک کنین. این میتونه که بزرگترین وقایع باشه در مقابل ویروس. بسیار سپاسگزارم از شما جناب محترم پروفسور دکتر میر ابراهیم بسیم، شفترنر وارد انتونی شفاخانه عضوی هرات، از حضور شما در این برنامه و از اینکه به سوالات ما و همچنین میده عزیز پاسخ ارائه میدین. و بسیار تشکر از شما دوستان عزیزی که تا پایان این برنامه با ما همراه بودین. تعداد بسیار زیادی از بینندگان ما تماس گرفتن، اما خب به دلیل ای که وقت کافی در اختیار نداشتیم تا به همه تماس ها پاسخ بگیم و همه تماس ها رو وصل بکنیم، نشد که تماس هاشون رو به برنامه وصل بکنیم. انشاءالله که در برنامه بعدی بتونن تماس بگیرن و پرسش هایی که دارن مطرح بکنن. این بود برنامه امشب صحت و زندگی که پیرامون موضوع ویروس کرونا خدمت شما دوستان عزیز معلومات ارائه شد. تا برنامه دیگر که باز هم در خدمت قرار میگیرید، شما را به الله یک توبی همتا میسپارم. ادامه شبتان خوش، خدا نگهدار. این برنامه با همکاری رازقی زندگی صحتمند برایتان تقدیم می‌کنم.